اول مسابقه داره در وسطی که امروزیون خودا گرم کنه. هدف از برگزاری چنین مسابقات تشویق و ترغیب جوانان و همچنین محصولان برای ورزش نمودن و صحتمند ماندن است. ما تلاش کردیم تا کلیه دیپارتمنت ها و همچنین فرزندهای های مؤسسه تحصیلات عالی غور را در جام متذکره سهیم بکنیم تا اینکه با ورزش کردن در کنار هم جمع شدن فضای صمیمیت بهتر ایجاد بشود و همچنین محصولین به ورزش بیشتر رو بیاورد. خواهش ما از ادارات دولتی، از فدراسیون محترمی است که چنین مسابقات را به خاطر همیشگی رشد ورزش و رشد ورزش برگزار بکنند. به خاطر که رشد ورزش و خوبیش ای است که محو دخترانات میشه و میدونه که طفل در آینده یک آینده روشن با خودش برگزاری همچین مسابقه برای نخستین بار در سطح دانشگاه بود و ما خوشحال هستیم چنین مسابقه برای اولین بار اشتراک میکنیم. به ورزش زمین سلامتی که به خاطر دوری از دخانیات امروز شما شاهد افتتاح مسابقات جام محصل مؤسسه تحصیلات عالی ولایت غور بودید که این مسابقات از طرف مؤسسه تحصیلات عالی ولایت غور و کمیته ورزشی از با هماهنگی فدراسیون فوتبال ولایت غور بین 12 تیم برگزار شده و این مسابقات به مدت 3 هفته ادامه داره. مسابقات به 3 گروه 4 تیمی برگزار شده و مرحله بعدی از این 6 تیم بالا میآید. در گروه 2 تیم اون مرحله اسپی است و همچنان مرحله بعدی که 3 تیم بالا میآید با او اساس به مرحله امتیازی بازی میکنند که تیم اول، دوم و سوم مشخص میشه. و باز هم ما تشکری میکنیم از جناب رئیس صاحب شیخ لبیب رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ولایت غور و جناب نثار احمد واحدی مسئول کمیته ورزشی مؤسسه تحصیلات عالی غور که با فدراسیون فوتبال ولایت غور و اداره آمریت ورزشی و تربیت بدنی ولایت غور هماهنگی کردند و همچون مسابقات فوتسال را به خاطر رشد و پیشرفت ورزش برگزار کردند. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.